سفر سالانه هزاران نفر به کانادا کوچ می کنند. میتاری و سارا انقریب به کانادا می رسند و در آنجا جا خواهند شد. از آنها پرسیده شده که چه فکر می با آمدن به کانادا زندگیشان چیگونه تغییر خواهد کرد؟ هر کدامشان جواب دادند که امیدها و ترسهایشان را در ارتباط با زندگی در کانادا دارند. آری 24 ساله است. او قبل از اینکه تحصیلاتش را به پایان برساند، از کشورش فرار نمود. مدت سه سال می شود که او خارج از کشور خود مهاجر است. زمانی که او برای جابجایی در کانادا مورد پذیرش قرار گرفت، اهداف زایل را برای خود مشخص نمود. لسان انگلیسی یا فرانسوی را تقویت کند، در یک کشور امن زندگی کند و به تحصیلاتش ادامه داده و برای حمایت از خود یک وظیفه پیدا کند. ترس هایی که او دارد در کانادا تنها بودن روبرو شدن با زمستان سرد و طولانی و اینکه تحصیلات قبلی او در کانادا قابل قبول نبوده و او باید از اول شروع کند. سارا 45 ساله است. شوهر او مرده است. او از 15 سال بدین سو در کمپ مهاجرین زندگی می کند و سواد ندارد. او همراه با دو فرزند خود به کانادا کوچ می کند. سارا نیز امیدها و ترسهای خود را در ارتباط با زندگی در کانادا دارد. زمانی که او برای جابجایی در کانادا مورد پذیرش قرار گرفت، اهداف زیل را برای خود مشخص نمود. امیدهایی که او دارد. داشتن یک آینده بهتر برای خود و فرزندانش. زندگی در یک مکان آرام و به جامعه جدید خوش آمدید گفته شده و دوستان جدید پیدا کند. ترس هایی که او دارد، مشکل داشتن در صحبت کردن زبان انگلیسی یا فرانسوی. از سرزمین و اقارب بسیار دور بودن. و تربیت فرزندانش در یک فرهنگ جدید. داشتن احساسات متفاوت در مورد مهاجرت به کانادا عادی است. بدون در نظر داشت برنامه جابجایی همه ساکنین دائمی که به شکل مهاجر در کانادا جابجا گردیده اند می توانند که به خدمات فیزیکی یا آنلاین جهت آماده شدن برای زندگی در کانادا قبل از آمدن به این کشور دسترسی داشته باشند امیدها و ترس شما در ارتباط با مهاجرت به کانادا چی هستند